سلام دوستان کامبیز هستم از کافمن استودیو امروز قصد دارم یه ویدیو براتون درست کنم که چطوری از شر پنجره میسینگ فایل توی برنامه کیوبیس نوندو که تو بعضی از پروژه بهتون نشون داده میشه خلاص بشین با من همراه باشین تا این ویدیو رو ببینید اگه دوست داشتین آخر ویدیو لایک بکنید چنل منو سابسکرایب بکنید و زنگو دارم بزنید که از ویدیوهای بعدی که توی کانال میذارم مطلع بشین خوشحال میشم همراه من باشید ماها که با کیوبیس و نوندو کار میکنیم میدونیم که بعضی از وقتها پیش میاد که یک پنجره به اسم میسینگ فایل اول بعضی از پروژه هامون باز میشه و این خیلی اذیت کننده است که هر دفعه ما اینو باز میکنیم این فایل رو نشون میده باید ببندیمش رو وقتمون یه مقدار میگیره شاید هم یه ذره ذهنمون رو درگیر بکنه اصلا این پنجره میسینگ فایل چی هست و از کجا میاد چطوری میشه برطرفش کرد و راه های ساده ای داره که امروز تو این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم پس با من همراه باشید تا ببینید به طور مثال من یک پروژه ای دارم که از طرف دوست دیگری تو یک استودیو دیگری جای دیگری دنیا ضبط شده و برای من ارسال شده که تا من میکسش بکنم من وقتی که این پروژه رو باز بکنم همونطور که میبینید اون پیغام خطای میسینگ فایلز رو به من نشون میده در اون مقداری فایل های ویو ویدیو یا چیزهای دیگه مشابه این هستن که میتونن خیلی منو گمراه بکنن که اینها چرا میست دارن میشن دلیلشون چیه و چطوری میتونم برطرفش بکنم بعضی از خطاها هست که توی این چنین پروژه هایی به ما نشون داده میشه مثل این پنجره که شما الان دارید بیمیدید که اعلام میکنه پروژه های پروژه کیوبیسی که تو استودیو دیگه بسته شده بعضی از پلاگین هایی توش استفاده شده که من اینجا روی کامپیوترم اونها رو ندارم پس میتونم از این گزینه بگذرم و به این پنجره میرسم که اون پیغام خطای میسینگ فایلز رو به من داره میده و اینها رو من متوجه میشم که توی پروژه من موجود نیست میبندم و خود پروژه رو باز میکنم تا اونجا توضیحات بیشتری بهتون بدم این هم که میبینید ارور ساندکارده چون دوست من تو استودیوی دیگری از ساندکارد دیگه استفاده میکرده و من از ساندکارد دیگه به خاطر همین تشخیص میده که پورت ها مپ نشدن و باید تنظیمات توی پروژه هم انجام بشه خب همونطور که میبینید توی این پروژه فایل ویدیویی من اینجا داشتم که از بین رفته در واقع یک پروژه دوبله هست که ما مجبوریم روی فایل های ویدیویی کار بکنیم و اینجا میبینیم که فایل های ویدیوی من در واقع از بین رفتن و برای من مشکلاتی رو دارن ایجاد میکنن خب برای اینکه توی پروژمون متوجه بشیم که چه فایل هایی رو ما از دست دادیم به منوی مدیا سر میزنیم و اینجا find میسینگ فایلز رو دوباره میبینیم که با کلیک کردنش میبینیم همون جدول آشنا برامون با فایل های میس شده نشون داده میشه من در مورد گذین های مختلفی که روی این پنجره باز شده براتون یه توضیح مختصری میدم همونطور که میبینید فایل ویدیوی mp4 ما داریم اینجا که در پروژه قبلا ایمپورت شده بوده و ما روی اون آه... کار دوبلمون رو انجام داد بودیم بعضی از فایل ها هست که شما میبینید عموما به صورت ویو هستن و باز اینجا ما mp4 داریم و که فایل ویدیویی بوده و این آخر هم همینطور حالا اسامی مختلف این ویدیو داشتن که ممکنه ویدیوهای مختلفی تو این پروژه قبلا ایمپورت شده باشه که ما الان اونها رو نداریم چرا که دوست من وقتی که این پروژه رو برای من ارسال کرده ویدیوش رو حذف کرده که حجم فایل سبکتری رو من داشته باشم چون من خودم اینجا ویدیو رو در اختیار داشتم و نیازی نبوده که این ویدیو رو توی در واقع پوشه پرونده برای من پوشه در واقع فایل برای من ارسال بکنه خب این دکمه لوکیت به من کمک میکنه که تا آدرس فایل جدیدی رو که روی کامپیوتر خودم دارم به پروژه نشون بدم تا از اونجا ویدیو رو بخونه اگه در یک فولدری من مجموعی از ویدیو داشته باشم با اسامی مختلف میتونم از دکمه فولدر استفاده بکنم و اونجا خودش این فایل رو میتونه پیدا بکنه یا از دکمه سرچ استفاده بکنم که توی فولدری که بهش میدم بگرده و اون فایل های مربوطه ای رو که مربوطه رو که توی ویدیو میس شده رو خودش پیدا بکنه مهمترین و بهترین و راحتترین دکمه ای که به من کمک میکنه دکمه ای لوکیت هست که من مستقیم برم و فایل ویدیو رو بهش آدرس بکنم خب من به سراغ فولدری که توش ویدیوم قرار داره میام و اون ویدیو رو انتخاب میکنم و اوپن همونطور که میبینید ویدیوی مورد نظر اینجا باز شد و از منوی میسینگ فایل من در اینجا حذف شد همونطور که میبینید اون ویدیو اولی mp4 که من داشتم حذف شد خب حالا بقیه ای فایل هایی رو که من توی قسمت میسینگ دارم چی هستند و اونها رو چطوری میتونم من در واقع منیج و مدیریت بکنم ببینید همونجور که گفتم این فایل ها توی پروژه دوست من توی کامپیوتر خودش موجوده و من اینجا اینها رو ندارم پس اینها تقریبا میتونم بگم به درد من نمیخورن یا اگه تو پروژه ای فرض بگیر توی کامپیوتر خودم توی کامپیوتر دیگری که خودم استفاده میکردم این فایل ها رو ریکورد کردم یا توی پروژم ایمپورت کردم بر حسب هر اتفاقی توی اون فولدر آودیو یا فولدر پروژه من نبوده و من منتقل کردم به این کامپیوتر دیگه کیوبس یا من قادر نیستن که اون فایل ها رو بخونم یا باید آدرستهی بهشون آدستهی بکنم یا باید از توی این لیست اینها رو حذف کنم چطوری میتونم ببینم که این فایل ها اصلا کجا هستن سورسشون چی بوده و چطوری میتونم مدیریتش بکنم برای این کار برنامه کیوبیس یا نوندو یک قسمتی دارن به اسم پول یا استخر که در واقع تمام فایل های من اون تو نمایش داده میشن و امکان مدیریت رو به من میدن از این قسمت میتونم اوپن پول ویندو رو بزنم یا از شورتکاتش که کنترل پی هست استفاده بکنم هر دو این پنجره پول رو برای من باز میکنن این هم دکمه کنترل پی که میبینید هم باز میکنه هم میبنده قسمت های عمده که اینجا هست فولدر آودیو هست و ویدیو ترش که اینها تمام فایل های صدای من که توی پروژه من موجود هست یا ریکورد شده قبلا اینجا نمایش داده میشه به زمان تمام تنظیماتی که در واقع اون فایل داشته سمپل ریتش بیت تپتش مونستریو بودنش طول فایل نوع فایل تاریخی که ضبط شده و شکل موج فایل و آدرسی که روی کامپیوتر ذخیره شده رو حتی به ما نشون میده اسم فایل رو همینطور و تعداد دفعاتی که اون فایل توی پروژه ما استفاده شده به طور مثال این فایل ذخیره شده ولی چون به همین اسم ریکورد شده ولی یک کات وسطش خورده و جابجا جا شده نشون میده که دو بار توی پروژه من استفاده شده یا این فایل همینطور به اسم آدیو 1227 یک ریکوردی بوده که به چهار قسمت تقسیم شده و هر کدوم سر جای خودش قرار گرفته پس نشون میده که این چهار بار توی این پروژه استفاده شده ولی اگه من بیام پایین میبینید که بعضی از فایل ها هستن که توی قسمت استاتوسشون یک زب در خورده اینها همون فایل هایی هستن که در واقع میس شدن و ما توی پروژه نداریمشون همونطور که میبینید من اگه به طور مثال جلو بیام میبینیم که اینجا آدرسشون هم علامت سوالی گذاشته و نمیتونه اینها رو بازخانی بکنه این توی فولدر دیگری بوده که مال در واقع کامپیوتر دوست من هست و من اینجا این فایل رو توی این فولدر ندارم به خاطر همین اینها رو میست نشون میده و من میتونم اینها رو بعدا مدیریت بکنم همین اتفاق توی ویدیوی من افتاده همینطور که میبینید چهار تا فایل میست شده اینجا هست که این هم قبلا جزو میست شده ها بوده ولی ما چون بدش گردونیم در واقع آدرس رو عوض کرده و اومده از توی کامپیوتر من داره این فایل رو میخونه به خاطر همین دیگه توی ستوس این زبدر رو جلوش نزده فایل های ترش هم که فایل که یعنی ما ریکورد کردیم ولی زمان ریکورد به درد ما نمیخوردن و همونجا توی پروژه دیلیت کردیم تمام این فایل ها توی فولدر آودیوی من موجود هست و اگه نیاز باشه میتونیم از اینها بعدا توی پروژهمون استفاده بکنیم در واقع برداشت های دیگری از ریکورد های ما بودن خیلی راحت ما میتونیم این فایل هایی رو که اینجا میس شدن رو با کلیک کردن و دیلیت کردن از بین ببریم میتونم روی اولی کلیک بکنم برای اینکه کارم راحت بشه شیفت رو نگه میدارم و روی آخریش و تمامی مجموعه سلکت میشه خیلی مراقب باشید که توی این مرحله فایل دیگه ای انتخاب نشده باشه در این صورت از توی پروژهتون فایل پاک خواهد شد به راحتی دکمه دیلیت رو میزنم سوالی که از من میکنه میگه فایل ها رو توی ترش پول یا از توی پول کلا ریمووشون بکنم یا کنسل بکنم که من میگم از توی پول ریموو بکنین اینها رو وقتی این اتفاق بیفته میبینیم که فایل های میس شده اینجا از بین میرن همینجور میام پایین تر و فایل های دیگر رو هم همین کار رو میکنم و اونها رو به راحتی از بین میبرم البته اینها فایل هایی هستن که توی این پروژه نیازی نبود استفاده بشن اگه شما نیاز داشتید از اینها استفاده بکنید میتونید از کامپیوتر مبدعتون که این فایل ها توی اون در واقع وجود داشتن فایل ها رو دوباره برگردونید و آدرس دهی بکنید و اینها رو دوباره سر جای خودشون قرار بدید خب این از فولدر آودیوی من در واقع از پول آودیوی من و ویدیومون هم همینطور من به طور مثال سه تاش رو انتخاب میکنم و یکی دیگه اش رو میذارم این سه تا رو دیلیت میکنم و میبینید که یه دونش باقی مون. پس ما توی فولدر آودیو و توی ویدیومون فقط یک دونه فایل میس شده داریم من این رو میبندم پروژم رو سیف میکنم و دوباره بازخانی میکنم این ایراد پلاگین هاست فعلا باهاش کاری نداریم میبینید که فقط یک دونه فایل ویدیویی من همونی بود که اون آخر سر انتخابش نکردم اینجا به من نشون داده میشه و بقیه فایل ها از بین رفتن ارور ساند کارد که بعدا برطرفش میکنیم و اینجا باز میبینید که همون هست و ما میتونیم این رو از توی فولدر پولمون به راحتی ریمووش بکنیم به این صورت خیلی راحت من پروژه هم سیو میکنم میبندم یک بار دیگه باز میکنم و دیدید که دیگه اون میسینگ رو ما نداشتیم به همین راحتی من تونستم فایل های میس شده پروژم رو از بین ببرم و دیگه از شر پنجره میسینگ فایل خلاص بشم امیدوارم که این ویدیو رو دوست داشته باشین براتون کاربردی بوده باشه و اگه برای دوستاتونم مفید حتما براشون بفرستید که اونها هم استفاده بکنن اگه دوست داشتین این کانتنت این ویدیو رو حتما خوشحال میشم که لایکش بکنید سابسکرایب بکنید کانال منو و زنگوله بزنید تا از آپلود ویدیوهای جدید من مطلع بشید سعی میکنم که ویدیوهای مفید و کاربردی از ناگفته های کیوبیس و نوندو براتون بذارم تا مشکلاتتون تو این زمینه یک مقداری حل بشه و بهتون کمک کرده باشم خوب و خوش باشید کامبیس هستم از کافمن استودیو شهر پاریس